درود به شما همراهان پیگیر اخبار ایران و جهان در خدمت شما هستیم با چند تا خبر مهم پس با ما همراه باشیم در ابتدا میخوایم بپردازیم به سرقت میلیاردی از ورزشگاه علی دایی و در ادامه خبری داریم از اسرائیل عملیات زمینی شروع شد با ما همراه باشیم اسرائیل اعلام کرده در حال انجام عملیات زمینی گسترده در غزه دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که این کشور هم اکنون مشغول انجام عملیات زمینی گسترده در نوار غزه است. به گفته هاگاری، نظامیان اسرائیلی در حال رویارویی با شپ نظامیان فلسطینی در این منطقه هستند. بر اساس گزارش ها، تانک های اسرائیلی پس از 14 سال در حامی شهر غزه مشاهده شدند. هاو آرتس نوشته که آژیر خطر حمله راکتی در شهرهای اشدود و اشکلون در جنوب این کشور به صدا درآمده حماس اعلام کرد که به کاروان نظامی اسرائیلی که وارد محله زیتون در غزه شده بود حمله کرده صبح روز دوشنبه هشتم آبان یک نفر با چاقو به پلیس در نزدیکی پمپ بنزین در اورشلیم حمله کرد که به دست ماموران کشته شد مادر شانیلوک زن جوان آلمانی اسرائیلی در اسارت شپ نظامیان حماس بود اعلام کرد که دخترش کشته شده اون گفت جسد دخترش هنوز پیدا نشده اما تکی از استخوان جمجمش پیدا شده و نمونه دی این ای از اون گرفته شده پیشتر ویدیوی پخش شده از این دختر آلمانی اسرائیلی در پشت کامیون نظامیان حماس در روز 15 مهر شوک و ناراحتی بین‌المللی را برانگیخته بود ارتش اسرائیل اعلام کرد شب گذشته در ادامه عملیات زمینی خودش ده ها نفر از شبه نظامیان حماس رو در نوار غزه کشته. به گفته ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته حدود 600 موزه هماس در غزه هدف قرار گرفتند. وزارت بهداشت فلسطین هم خبر داد که در حمله ارتش اسرائیل به شهر جنین در کرانی باختری چهار فلسطینی جون خودشون از دست دادند. رسانه های فلسطینی هم نوشتن که ویام هانون بنیانگذار تیپ جهاد اسلامی در جنین در جریان این درگیری ها کشته شده اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حملات اسرائیل به نوار غزه گفته که اسرائیل از تمامی خطوط قرمز و قوانین بین المللی عبور کرده کنعانی خواستار تشکیل کمیته حقوقی بین المللی برای تحقیق در مورد جنایت ها و نست کشی اسرائیل شد و اضافه کرد که این کمیته این جنایت ها رو به سازمان ملل گزارش میکنه و جنایت کاران رو به محاکمه بین المللی باید بکشونه. در پی افزایش نگرانی ها از گسترش دامنی درگیری ها در منطقه اردن از آمریکا خواسته تا سامانی دفاع مشکی پاتریوت خودش رو در این کشور مستقر کنه. دفاتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد هم اعلام کرده که روز یک شنبه هفتم آبان 33 تا کامیون کمک‌های بشردوستانه شامل آب، غذا و تجهیزات پزشکی به نوار غزه ارسال شده. و اما کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی پس از بازدید از گذرگاه رفح در مرز مصر با غزه گفته که ممانعت از ارسال کمک بر اساس کنوانسیون ژنو میتونه یک جرم قابل تعقیب در این دیوان باشه همچنین وزیر خارجه بریتانیا هم اعلام کرده که این کشور با همسایگان اسرائیل از جمله لبنان در حال رایزنی تا مطمئن بشه که درگیری در غزه به یک درگیری منطقه تبدیل نخواهد شد و در نهایت هم اینکه وزیر خارجه بریتانیا هشدار داده که نباید گروه های شبه نظامی که از توسط ایران تامین مالی میشن وارد درگیری با اسرائیل بشن وزیر خارجه بریتانیا گفته که این کشور در حال کار برای توقف بشردوستانه حملات به غزه برای ارسال کمک هاست رسانه ها در ایران از تخریب شدن و سرقت چند میلیارد تومانی از ورزشگاه علی دایی در اردبیل خبر دادن. این ورزشگاه متعلق به علی دایی نیست و در عواسط دهه 80 خورشیدی به پاس زحماتی که این مهاجم سابق فوتبال ملی ایران کشیده بود به نام اون نامگذاری شد. ورزشگاهی که 31 سال قبل مراحل ساخت اون در 5 کیلومتری شهر اردبیل زده شد و سال 87 به صورت نمایشی افتتاح شد و هرگز به بهره برداری نرسید و حالا قرار به صورت کامل ویران بشه. منابع ما گفتن که این تلاشیه برای حذف شدن نام علی دایی از ورزشگاه‌های ایران. مرتزا تاهری فرد معاون دادستان اردبیل به خبرگزاری های ایران گفته که سرقت چند میلیارد تومانی از ورزشگاه علی دایی صورت گرفته و بخشی از تجهیزات باقی مونده در ورزشگاه هم زیر بارش باران و برف فرسوده و دیگه غیر قابل استفاده هن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده بخش عمده از تجهیزات برقی ورزشگاه علی دایی رو بوده شده. همچنین بخش از سندری های جایگاه های ویژه و بخش میهمانان، حفاظها و درهای رخت کرد و حتی سرویس های بهداشتی هم به سرقت رفتن. اما در تصاویری که برخی رسانه ها در ایران منتشر کردند، میشه جدا شدن و تخریب نام علی دایی از روی سردر ورزشگاه هم دید. آیا به سرقت رفتن حروف روی سردر ورزشگاه و همینطور تجهیزاتی که برای خارج کردن اونا از این مجموعه نیاز به خودروهای سنگین وجود داشته به نظر طبیعی میرسه؟ موضوع جای غیر طبیعی تر میشه که بدونیم این ورزشگاه در تمام سالهای گذشته هم مجهز به دوربینهای مداربسته مدار بسته بوده و همین که نگهبانان مقابل در ورودی مستقر بودند. ورزشگاه علی دایی فقط نام این فوتبالیست افسانه ای ایران رو از اون وام گرفته و علی دایی سهمی از این ورزشگاه نبرده. کلنگ این ورزشگاه 20000 نفری سال 1371 در 5 کیلومتری شهر اردبیل به زمین خورد. زمانی که علی دایی هنوز به تیم ملی ایران هم دعوت نشده بود 16 سال بعد یعنی سوم خرداد 1387 پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور دوران محمود احمدی نژاد و محمد علی آبادی رئیس سازمان وقت تربیت بدنی جمهوری اسلامی این ورزشگاه رو در حالی افتتاح کردند که هنوز آمادگی میزبانی از رقابت‌های فوتبال رو نداشت. مجموعه ورزشی آزادی مشتمل بر دو سالن دوازده هزار نفری، یک ورزشگاه صد هزار نفری، یک پیست موتور سواری، سالن ویژه هاکی، چندین زمین تمرین فوتبال، یک دریاچه مصنوعی و چندین پارکینگ در ابتدای دهه 50 خورشیدی و طی دو سال ساخته و میزبان بازی های آسیایی شده بود. همزمان با افتتاح ورزشگاه علی دایی اما این سوال شکل گرفت که چرا دولت محمود احمدی نژاد در شهرهای مثل زاهدان و اردبیل بدون اون که تیمهای حرفه‌ای فوتبال وجود داشته باشن اقدام به افتتاح ورزشگاه های نیمه ساز کرده؟ روزنامه همشهری مهر 1400 در گزارشی به نقل از مقامات استانی اردبیل مدعی شد که ورزشگاه علی دایی از سال 1371 تا زمان افتتاح اون توسط دولت احمدی نجاد فقط 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و از زمان افتتاح تا سال 1400 حتی یک درصد هم پیشرفتی در ساخت و ساز اون به وجود نیومده. در این گزارش هیچ اشاره‌ای به تخریب یا سرقت تجهیزات و امکانات این ورزشگاه نشده بود. به نظر میرسه که روند تخریب و سرقت از این ورزشگاه تا یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته. علی دایی ستاره با 149 بازی ملی و 109 گل در این سطح که سابقه حضور در بایرن مونیخ قهرمانی بوندس لیگا، نایب قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و درخشش در جامهای مختلف بین المللی رو داره، بخشی از هویت نه تنها ورزش که نام معاصر در سطح جهانه. شاید نامگذاری یک ورزشگاه اصلی و مجهز در یکی از شهرهای ایران به نام علی دایی حد اقل این حق این ورزشکار بود اما در فضای سیاست زده ورزش ایران که ورزشگاه به نام سرداران سپا یا روح الله خمینی و فرزندش نامگذاری شدند، چون این توقعی قطعا دور از ذهنه. به فاصله یه سه سال پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرماندی سپاه قدس شاخی برون مرزی سپاه پاسداران نه تنها دهها سالن ورزشی در شهرها و روستاها به نام این فرمانده سپاه نام نهاده شد که حتی ورزشگاه های اصلی شهرهای همدان، شهریار، تبریز و سیرجان به قاسم سلیمانی تغییر نام داده شدند. همچنین سالون های ورزشی به نام شهدای قزه در تهران، کرج، مشهد و ارومیه ثبت و دایر شدند. در ایران اما نه تنها شخصیت های مانند رسول خادم با قهرمانی های المپیک و جهان یا علی کریمی به عنوان آخرین ایرانی که عنوان مرد سال آسیا رو به دست آورد نام و روی هیچ ورزشگاهی ننشسته که حتی تنها ورزشگاهی که به نام یک چهره ملی ورزش ایران شده آمدانه در حال تخریب شدن و نابودیه مرتزا تاهری فرد معاور پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان اردبیل به رسانه ها گفته که چرایی ساخت و هزینه برای چنین ورزشگاهی در این شهر باید از ابتدا مورد بررسی قرار می گرفت. اون همچنین سازمان توسعه و نگهداری ورزشگاه ها رو به عنوان نهاد مقصر در نابود شدن این ورزشگاه معرفی کرده. سازمان توسعه و نگهداری ورزشگاه ها نهادی دولتی که به صورت مستقیم زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره میشه و وظیفه اصلی این سازمان توسعه دادن اماکن ورزشی و همینطور نگهداری از این مجموعه ها هست. دو وظیفه‌ای که به خصوص در دولت ابراهیم رئیسی خلاف اونا عمل شده. هفته شهری بر 1402 رسانه های ایران خبر دادند که امیر قل سرمربی تیم فوتبال جمهوری اسلامی برای اون که تیمش رو در زمین آزادی تمرین بده از سازمان آتش نشانی کمک خواسته. این در حالیه که وظیفه آبیاری و نگهداری از چمن ورزشگاه آزادی بر عهده سازمان توسعه و نگهداری برزشگاه هاست. تخریب ورزشگاه آزادی پیش از آغاز رقابت های لیگ برتر غیرقابل قابل استفاده شدن دو ورزشگاه شیرودی و تختی تهران که هر دو پیش از انقلاب ساخته شدن هم در دو سال گذشته اتفاق افتاده. آبان 1400 سجاد انوشی روانی مدیر کل تربیت بدنی استان اردبیل به خبرگزاری مر گفته بود که برای بهسازی ورزشگاه علی دایی چهل میلیارد تومن اختصاص داده شده. این هزینه فقط برای بهسازی و نگهداری ورزشگاهی بود که حالا طبق اخبار منتشر شده به صورت کامل مورد سرقت و تخریب قرار گرفته. حمید سجادی نخستین وزیر ورزش و جوانان دولت ابراهیم رئیسی هم فروردین 1400 گفته بود که ورزشگاه علی دایی با سرعت و به صورت انقلابی تکمیل میشه اما در نهایت این ورزشگاه نابود شد دوستان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم سپاس از همراهی شما با این بسته خبری تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم بدرود